Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala mellahu nebiye ba'da. Amma ba'du ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Haftum amalhoi kalbha. Allah subhanahu wa ta'ala fermud bazı az mardum gayri Allah ra hamanandi Allah megiran. Ve çünane ki Allah ra bayad düstoş. Onha ra düst medoran. Ta ahiri ayet. Aqsam-i muhabbat. یکم با الله دوست داشتن این شرک اکبر است. دوم برای الله دوست داشتن واجب است. از بلندترین قله ایمان است. سوم محبت طبیعی جایز است. مانند دوست داشتن فرزند. برای الله دوست داشتن عملی که الله تعالی از آن راضی است و آن هر چیزی که شریعت به آن آمده است. و به آن عمل کننده مانند انبیا، رسولان، ملائکه، صحابه و همه یک تو پرستان و زمانهایی که الله تعالی آن را دوست می دارد مثل شب قدر و سه یک آخر شب و اینچنین مکانهایی که الله تعالی دوست می دارد مثل مکه و مدینه منوره. دلیل دوم الله تعالی می فرماید ای رسول ما امتت را بگو که اگر شما پدران و پسران یعنی تو فرموده الله سبحانه و تعالی که فرمود از الله و رسولش بیشتر دوست دارید. دلیل دوم از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از شما مؤمن نمی شود تا آنکه مرا از فرزند و پدر خود و تمام مردم دوستتر نداشته باشد. روایت بخاری و مسلم. پدران شما و پسران شما محبت اینها محبت عبادت نیست، لیکن هرگاه بر محبت الله برتری داده شد سبب عقوبت میگردد و فرمود که یکی از شما ایمان نمی آورد، یعنی نفی شده کمال ایمان واجب است مگر هرگاه که از محبت او خالی باشد. حالت های نفی: نفی وجوب، نفی درست، نفی کمال. نفی وجوب این اصل است، مثل بت‌پرست ایمان ندارد، پس اگر بر این برداشت کرده نتوانیم برداشت میکنیم. نفی درست مثل بی طهارت نماز نیست، پس اگر بر این برداشت کرده نتوانیم برداشت میکنیم. نفی کمال مانند در وقت حضور طعام نماز نیست. مناسبت حدیث به باب آشکار است، زیرا محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم از محبت الله است و محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم به امور زیرین می باشد. یکم، زیرا او رسول الله صلی الله علیه و سلم است و هرگاه الله در نزد تو از همه چیز محبوبتر باشد پس رسول او در نزد تو از همه مخلوقها محبوبتر باشد. دوم، به عبادت الله عز و جل و به رساندن رساله او قائم شد. سوم، به او الله تعالی اخلاقهای نکو و عملهای نکو عطا کرده بود. چهارم، زیرا او صلی الله علیه و سلم سبب هدایت، تعلیم و توجیه تو شد. پنجم، در رساندن رسالت بر آزار و اذیت صبر کرد. ششم، به خاطر بلند شدن کلمه الله به مال و نفسش کوشش کرد. محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش چگونه می باشد؟ به آمیختن سنت و به آن عمل کردن و به سوی آن دعوت کردن و از آن دفاع کردن و سخن او را به سوزن همه مردم پیش دانستن و به راهنمایی او صلی الله علیه و سلم چنگ زدن است. اکنون مردم در محبت با الله به چهار قسم تقسیم شدند. یکم، الله را دوست می دارد و با او کسی را دوست نمی دارد و این اخلاص است. دوم، همتایان را برابر الله دوست می دارد، این شرک اکبر است. سوم، همتایان را از الله بیشتر دوست می دارد، این شرک اکبر است. چهارم، همتایان را دوست می دارد و اصلا الله را دوست نمی دارد و این بزرگترین شرک است. دلیل چهارم، بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سه خصلت در هر کس که باشد علاوه ایمان را در خواهد کرد: الله و رسولش نزد وی از همه کس محبوب‌تر باشد، محبت او به دیگران فقط به خاطر الله باشد،
و دوباره به کفر گشتن را همچون افتادن در آتش بد ببیند. در روایت آمده است یکی از شما حلاوت ایمان را نمییابد تا اینکه تا آخری حدیث. دلیل پنجم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت هر که دوستی و بد دیدنش و دشمنی و صلحش به خاطر الله باشد با این کار به مقام ولایت الله دست خواهد یافت و انسان هر چند نماز و روزه به جا آورد تا چنین نباشد طعم ایمان را نخواهد چشید. ولی امروز تمام برادری ها و دوستی ها بر اساس امور دنیا پایه‌ریزی شده و نتیجه خوبی از آنها نمی آید. ابن جریر. دلیل ششم ابن عباس در تفسیر این سخن پروردگار و به سبب آنها اسباب بریده شود گفت، یعنی اسباب دوستی قطع می شود. اکنون محبت و اعتبار عبادت. یکم خود آن عبادت است. محبت عبادت، محبت عبادت نمی باشد مگر برای الله سبحانه و تعالی و آن موجب شکست نفسی و تعظیم است که تقاضای به جا آوردن امرها و اجتناب از نهی شده است. دوم، در ذاتش عبادت نیست. محبت در راه الله و برای الله مثل محبت رسولان و انبیاء علیهم السلام، محبت شفقت و رحمت مثل محبت فرزند و خردسال، سوم محبت بزرگ داشتن و تعظیم مثل محبت پدر و معلم، چهارم محبت طبیعی مثل محبت طعام و شراب، و با شرفترین انواع همان اول است، اما باقی از قسم مباح است. مگر هر با به آن چیزی یک جا شود که تقاضای عبادت میکند پس آن عبادت میگردد. فرمودند که حلاوت ایمان، یعنی آن چی در نفس و قلبش از آرامی و راحت و کشادگی ها را میابد. فرمودند که کسی در روی الله دوست دارد، یعنی پس بد میبیند کسی را که الله بد میبیند و دوست میدارد کسی را که الله دوست میدارد. و فرمودند که و کنده شد، یعنی هر سبب هایی که به آن مشرکان متعلق می شدند و محبت آنها کنده شد. ولایت یکم از جانب الله برای بنده که آن عام است و خاص است. عام است ولایت اداره کردن و گرداندن و مؤمن و کافر را شامل می شود. ولایت خاص ولایت عنایت و توفیق و هدایت و این خاص به مؤمنان است. ولایت از جانب بنده برای الله، یعنی این شرعاً واجب است. الله سبحانه و تعالی فرمود و هر کس الله و رسول او را دوست بدارد. اکنون مسئله های این موضوع. یکم تفسیر آیت سوره بقره که الله فرمود و از مردم کسانی هستند که جز الله همتایانی را انتخاب میکنند. دوم تفسیر آیت سوره براءت. بگو و اگر پدرانتان و پسرانتان. سوم موجب بیشتر دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دوست داشتن خود، زن، فرزند و مال. چهارم نفی ایمان، دلالت بر خارج شدن از دایره اسلام نمی کند. مگر هرگاه دل از محبت او صلی الله علیه و سلم مطلقا خالی باشد پس شک نیست که این نفی اصل ایمان است. پنجم ایمان دارای حلاوت و شیرینی است که گاه انسان آن را درک میکند و گاه درک نمیکند. ششم چهار اعمال قلب که به آنها ولایت الله و طعم ایمان را کسی حاصل نمیکند. یعنی در راه الله دوست دارد و در راه الله بد بیند و در راه الله دوستی کند و در راه الله دشمنی کند. هفتم فهمیدن صحابی واقع را. بیشتر دوستی های امروزه در اساس کارهای دنیوی است. یعنی این در زمان او بود پس زمان ما چنین است. هشتم تفسیر آیتی و به سبب آنها اسباب بریده شود، یعنی مانند دوستی و دیگر اسباب. نهم بعضی مشرکان الله را خیلی دوست داشتند و مؤمنان افسودند و الله را نسبت اینها و بت‌هایشان سخت‌تر دوست داشتند. دهم وعده عذاب سخت برای کسی که هشت صنف در آیت ذکر شد از دین الله برایش محبوبتر باشد. یازدهم کسی که غیر الله را برابر با الله دوست داشته باشد پس در شرک اکبر واقع شده است.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.